سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که هر جا که هستین تنتون سالم، دلتون خوش. هرچند که میدونم حال هیچ کس این روزا خوب نیست. نمیدونم حالا این ویدیو رو کی میتونم بذارم، به خاطر اینکه کلن اینترنت خیلی ضعیفه. ویدیوهایی که از قبل گرفته بودم و نتونستم، موفق نشدم که بذارم. البته بچه ها، من نمیذارم ویدیوها رو، این کار اشتراکیه، ویدیوها رو من میگیرم، بعد علی اینا رو یه وقتایی من ادیت میکنم، یه وقتایی علی کاراشو علی انجام میده. حالا نمیدونم که کی میذاره، یا حالا اینترنت اصلا به ما کمک میکنه یا نه. اون سری هم بهتون گفتم، کلن از صبح که بیدار میشم تلویزیون روشنه، دارم خبر نگاه میکنم. منی که به هیچ عنوان خبر دنبال نمی کردم، اصلا خیلی خودم رو درگیر این چیزا نمی کردم. نه اینکه برام مهم نباشه، احساس می کردم اونقدر روحیه ضعیفی دارم و وقتی نمیتونم کاریم بکنم، نگاه کردنش هم فایده برای من نداره. اما الان اولین کاری که میکنم اینه که صبح وقتی بیدار میشم تلویزیون روشن میکنم، خبر نگاه میکنم. ساعت خوابم هم که خیلی تغییر کرده، اصولا تا دیر وقت بیدارم، به خاطر همون اصلا صبح خیلی دیر بیدار میشم، تقریبا نزدیک به ظهر، مگر کاری داشته باشم که بخوام صبح بیدار شم. نشسته بودم داشتم خبر نگاه میکردم، گفتم بچه براتون ویدیو بگیرم. اینکه خب همه میدونن شرط به حال اقتصادی همه به هم ریخته، فقط نه ما، همه همینطوری هستیم. میدونم که درک میکنید اینکه من چرا مجبورم که ویدیو بذارم. باور کنید که حتی دلم نمیخواد تو این شرایط حتی ویدیوهای معمولی بخوام بذارم، ولی خیلی زحمت کشیدم برای کانالم، مثل خیلی های دیگه، مثل سارینا که اونم یوتیوب شروع کرده بود و فکر کنم تازه به درآمد رسیده بود که خب خیلی چیزا پیش اومد. اینکه دوست دارم بدونید همه ما، حتی اونایی که الان دیگه پیشمون نیستن، چه هدفهایی داشتن، دوست داشتن که چه حس خوبی داشت اگر میدید که کانالش به درآمد رسیده، چقدر میتونست خوشحال بشه. همونطور که من خوشحال شده بودم، باورم نمیشد بعد خب یک سال زحمت، وقتی علی گفته بود که اگر این ویدیوهای آخری که میذاری خوب ویو نخوره دیگه کلن باید این کانال رو تعطیل کنی و دیگه نمیشه و اینا، چقدر من استرس گرفته بودم، چقدر ناراحت بودم. درسته ویدیوهای اول من خودم هم نگاه میکنم یه جوری بود دیگه، واقعا شاید ارزش دیدن نداشت، ولی شماها هم اونا رو نگاه کردید، کلی برام ارزش قائل شدید، خیلی انگیزه دادید به من و باعث شدید که من بخوام ویدیو بگیرم و همینطوری هی ادامه بدم تا اینکه به اینجا برسم، تا دوستای خیلی خوبی مثل شما پیدا کنم. خلاصه نشسته بودم داشتم همینجوری فکر میکردم، آدرم نیومده تا دیر وقت سر کار دیگه الان، چون که خب به هر حال کاراشون خیلی متفاوت شده، خیلی وقتا کار نکردن، الان میمونه حالا یه سری کارا رو انجام میده. بعد از اونجایی که خب واقعا تو این شرایط خرید هر چیزی خیلی سخت شده، یعنی خیلی راحت نمیشه هر چیزی که آدم بخواد و بخره، باید خیلی دیگه با برنامه پیش بره. اون چیزایی که خودم دوست داشتم که داشته باشمش خیلی دلم میخواست و میدونم که الان نمیتونم بخرمشون، دیگه ایده برداری میکنم، با عادل میگم که برام درست کنه. حالا عادلم امشب مونده ساعت 12:25 است، هنوز نیومده. البته این خیلی زودشه، اگه تازه الان بیاد میگم زوده، چون میمونه حالا کار انجام میده ساعت 2، ساعت 4، ساعت 3 شب. امروز رفته بودم خونه ماماینا، حالا دوست دارم ویدیو بگیرم ازشون، که برم ازشون ویدیو بگیرم، شما خیلی دوست داشتین مامان بابا اینا رو ببینید. داشتم با بابا رفته بودم اونجا سر بزنم و قند مامان رو گرفتم، قندش خیلی بالا بود، هم پاش دوباره زخم شده، قندش 300، بعد دیگه خیلی ناراحت بود و اینا. بهشم گفتم مراعات کن دیگه، رعایت کن، خیلی هم حرص جوش میخوره، اصلا میشنوه ناراحت میشه اوضاع و اینا رو. بعد دیگه میخواستم بیام، بابا دید تنام، گفت من تو رو میرسونم، چون حالا تاریک دلش هم میمونه. دم حسرم سر میره، سر رفتم پیچه علی، بعد رفتم خونه ماما اینا، بعد دیگه بابا منو گفت میرسونه تا خونه. داشتیم میومدیم اینطوری که دلم موند براش، ولی خب دیگه چیکار کنم،
گفت آره عادل خیلی دیر میاد. گفتم آره بابا، بعد وقت دو بعد وقت سه، خلاص وسیله به کارش داره دیگه، میمونه کار میکنه، الان دیگه با این درآمد که نمیشه مثلا چیز کرد. بعد میگفتش که چیزه با عادل بگو زر زودتر بیاد و اینا دیگه. میدونم دلش مونده بود برای من که تنها همش خونم و دیگه، حالا مثلا باید عادلم بیشتر کار کنه چون حالا مریضم که هست، ولی دیگه چه میشه کرد، همینه دیگه. حالا اونم چون یه چیزی میگم دوست داشتم که داشته باشمش، ولی نمیتونم حالا بخرم چون یه برنده ایکیاست. ایکیا هم شما میدونید دیگه خیلی گرونه، مثلا اینجا که ما داریم زندگی میکنیم بی نهایت گرونه. بعد حالا بهش سفارش دادم قراره درست کنه، امشب گفت تا یه جایی میرسونم میارم. دوست داشتم که به شما هم نشونش بدم که بگم که چی کار کرده. منم جاتون خالی شامم خوردم، خیلی گرسنم بود، چیز درست کردم، اسمش یادم رفت، غذا درست میکنم اسمش یادم نیست، چرا یادم نیست، آها موساکا درست کردم. نمیدونم شما تا حالا خوردین یا نه، یه غذا خیلی ساده و خوشمزه است. اگه دوست داشتین بگین که آموزشش رو براتون بذارم. شما البته میدونم همتون هنرمندید دیگه، اینطوری دیگه. حالا عادل اومد براتون ویدیو میگیرم. دومم امروز قرار بود بیاد، ولی من دیدم خیلی حالم خوب نیست، گفتم که عادل نهار نیاره، شاید رفتم بیرون و اینا. بعد دیگه دیدم واقعا نمیتونم اصلا بیرونم برم، اصلا حتی قدم بزنم، به خاطر همون دیگه عادلم نیاورده بود، ولی کاش میومد فندق. دیگه من خونه موندم و دیگه غروبم میگم یه سر رفتم پیش علی و ماما، دیگه بعدم اومدم خونه. حالا امشب فکر کنم میاد دیگه. بچه ها ساعت 1:15 بکنم عادل اومده، چون صدای ماشین اومد، بعدم آسانسور صدای بودم شنیدم. دیدی گفتم بچه ها نمیده. من صدای فندق شنیدم، من گفتم باور کنم. وای چقدر زیبا شد. آره همونی شد که میخواستم دیگه، خیلی قشنگ شد، فقط کوتاهه. چرخ نداشتم؟ آه چرخ باید بذاری. عادل عالی شد. این برای پنجاه پنجه چرخ هم داریم از بارا. آره عالی شد بچه ها. اینو من دیده بودم، میخواستم که عادل درست کنه، گفته بود که اول گفت میخریدیم بهتر 4 میلیون رو میندازید سلامی نمیدم. چرا آخه تو یه کار اشتباه کرده بودی بابا، دیروز رفتم دیدم اینجا شو یه کاری کرده بود. این اصلا مخاطبش هم میدونم چه من مشکلم این زبدری هست. خیلی من سر این زبدری من زفت دارم، ولی خیلی خوب شد آدم این رو زدی دیگه، نیان زیر این هم چیزی بذاری. این الان این زاویه این با زاویه اون پایین فرق داره، حالا مهم نیستش. نه خیلی زیر. میخوای بزنی این وی نشه اون وی نشه، کش نشه بالا پایین نشه. خیلی من خب خیلی عالی شد آدر، واقعا قشنگ شد. همونی بود که حالا بچه ها عکس این هم آدر دارید گوشی بچه ها نشون بدم الان که ببینن چطوریه. به نظر من عالی شد. حالا اینو فکر کنم مشکی کنی. آره میتونی مشکی کنیم بدادی جای پیجو میخونه دیگه. خب بس مشکی، آخه چوبه مثلا مشکی کنی راد نداره. ببینید بچه ها این بود، هست دیگه شبیه دیگه. من این هستی رو نتونستم پیدا کنم چون که بزرگ باشه کوچیک باشه هر نتونستم، ولی همین بود دیگه. ببینید چه خوب شد، قشنگتر شد تازه. و قیمتش چقدر بود؟ نه اینجا بکنم 4 خورده‌ای بود. بگیرم اینو اینجوری. خیلی عالی شد، دستت در نکنه واقعا. خب دیگه از تو چیز چی میگن؟ تو هزینه چیز کردیم دیگه، چون 4 میلیون خورده‌ای شد فقط زحمتشمون. آره عادل به خاطر اینکه اینو اول درست کرد آورد. خب بچه ها این اینجاش اینجوری صاف بود، یعنی مثلا اینجوری صاف بود، بعد هم آورد. من گفتم نه باید اینجوری باشه، دستش یه هلالی داشته باشه، سر همین
یکم دشوار شده بود، ولی خب عالی شد، خیلی قشنگ شد. دستش در نکن. بودو نه وردی آدل، من گفتم بودو میاری. غذا آدلم گذاشتم اینجا، من از خودم خوردم، خیلی خوشمزه و راحته. فکر کنم غذای یونانیه، اسم کوزالاکوانتی یونانی، آره فکر کنم یونانی باشه. من سم خودم خوردم، ملاحظه برم گذاشتم اینجا. میدونم حق داری. به بچه ها داشتم میگفتم که داریم تو هزینه صرفه جویی میکنیم چون نمیتونیم بخریم. دست و سر درد و قیافت یه جوری شده. بودو نه وردی نمیخواست بیاد کوکو؟ بودو نه بود خوابیده بود واسه خودش. خب الان دیگه ساعت 1:20 ساعت تا تمام غذا بخوره. بادم جون بود تا چی فکر کنم یادم آره. چی بود؟ بادم جون بود، سیب زمینی بود، مواد گوشتی بود. بعد من تازه این سری چیز کردم خیلی بهتره، سیب زمینی رو میپزی با خامه و کره، بعد اینجوری چیز میکنه خیلی خوشمزه تر میشه. ولی از اونجایی که من خیلی وقت دستم نمک نداره، این سری فکر کنم نمک زیاد زدم به بادم جون. نه جون نیست؟ بس من شکم هم سیر. امروز رفتم خونه مامان، بعد یکم با گم میکنم فرش میکنم اینجوری خب راحت تر میتونی بخوری. رفتم خونه مامان، بعد بابا گفتش که با عادل بگو یکم شبا زودتر بیاد خونه. خیلی ناراحت بود بابا. من کجا میبینه؟ من بهش گفتم، گفتم عادل دیر میاد، گفت که با عادل بگو زودتر بیاد خونه. خیلی ناراحت بود بخاطر تو. من اینجا هستم سنگم نه بردی کوکو. من یه دفعه تو خیلی موندم فکر میکنم. آره گفتم ساعت 3، ساعت 4، ساعت 2، هر ساعتی دلش بخواد میره میاد. آره پشن به هفته پیش الان صبح گذر از ساعت 6 من خوابیدم. الان سرم درد میکنه. برو هم برو لباس رو در میاد سلام عوض میگه. اصلا دیگه حالم دیگه کم خوابی میگرم سلام عوض میگه. ولی آدر واقعا قشنگ شد. آره خیلی قشنگ شد. چرخش هم اگه پیدا کنی اون چیزی که میخوایم و آره یه کامل چرخش هم آره عالی میشه. دقیقا همونی شد که من میخواستم. حالا بچه ها میخوام لوسترم عوض کنم. آدر اینو گفته بود میخرم. نشکی اونم... مات میخوای یا نشکی براق؟ فکر کنم براق مات شاید جوری باشه. ها خب ماتش کن. آره دیگه آره اصلا کلا مشکی کنیم دیگه، چون مشکی به این رنگ فکر کنم بیشتر بیاد. آشا چطور شده نظرتون رو بگید. حالا اون عکس رو که دیدید، اینم که دیدید، خب به نظرتون شبیه اون چیزی شد که ما میخواستیم؟ حالا من خودم میخواستم این حسیر باشه خب، وگرنه اون حسیرم که اون زیر میبینید اونم داشتن، ولی من احساس کردم این بهتره. مثلا اینم این سبکم قشنگه و اینکه اون حسیری که خب ایکیا داشت، نه اینکه بگم اینجا نمیشه پیدا کرد، ولی چون من عجله ای میخواستم که حتما زودتر تهیهش کنم، گفتم که با این حسیرم با من است. بزرگتر باشه اصلا نمیشه. بلندتر بزرگتر گردیش. آها آدم چون بشه این چی بشه که بیشتر بشه. نه نه راستشو بگم، از اول اصلا من اونو میدیدم خیلی خوشم نمیومد، میگفتم چرا اونقدر چیپ داره. حالا اینجوری به نظر من خیلی قشنگ شد. فقط اون چرخشم بذاری آره به نظر من اینجوری خوشمزه تره. حالا بچه اگه دوست داشتین اون آموزش اونم بگید براتون بذاریم. بایشو بجرم بادم جون دیگه دوست کردن نه کم بادم جون کم ریختم. این به نظر من که خیلی با حالا. حالا شما حتما نظرتون رو بگید، بگید که به نظرتون ارزش داشت اینجوری یاد مثلا درست کنیم یا نباید اونو میخریدیم. ولی لوستر رو میخواستم عوض کنم. خب این لوستر بالا رو اینجا رو اینو خیلی دوست دارم، ولی خب واسه تنوع حالا عادل گفت اونم میتونم درست کنم. نمیدونم حالا میدونم الان شرایطش ندارم بخوام بخرم. اون قیمتش اونم فکر کنم نزدیک اون 4 خورده ای بود. ۴۰۰ بود مطمئنی؟ پس عادل یه چیز بگم، اون ۴۰۰ بود، این ۶ میلیون بود.
آره، یه دونه نزدیک 6 میلیون بود، پس این 6 تومنی بود، یه دونش گرون بود دیگه، من میدونم تا حدود 6 تومن من باید برم با این برند ایکیا صاحب ایکا صحبت کنم. ایکیا دیگه، ایکیا من همه همیشه میگم ایکا، باید برند بگیم. حالا این دیگه بچه، حالا نظرتونو بگید چطوره. بعد خیلی هم دوست دارم لوستر رو عوض کنم، ببینم عادل اونو که میتونه انجام بده، و اینکه امیدوارم هر چه زودتر این جلو مبلیا نقاشی بره. مرسی که بچه ها این ویدیو رو نگاه کردین، و بچه ها ویدیو رو گرفتم که من برم با این صاحب ایکیا حرف بزنم. خب میگم خیلی شما دارین گرون میدین، به من گفتم با قیمت پایین تر در میارم. اونجوری که نمیشه اونا چند چرا چند خریدی؟ یادم نیست. آره اونا رو گرون گرفتم، ارزون نگرفتم، حسیر بالای فکر کنم، البته مریم گرفت و 100 فکر کنم 20 تومن 30 تومن پایینیه فاکتورش هست، من 200-300 تومن حالا میگه 500 هزار تومن، نه 500 تومن نه، دوتا با هم شاید نزدیک 300 300 تومن، ما میگیم مثلا دیگه خیلی چوب داشت و دیگه اونجوری نگو، شاید دوتا مشتری اینجا به ما خورد باید نگو، آره 6 تومن من بگیم 4 تومن، آره یه زن شاید یه دو نفر خوششون اومد مشتری شدن پیش ما، ولی خب دیگه ما سازنده این باید راست باشیم. آره نه رو راست باشیم، نه من که شوخی میکنم، ولی آره اگه یه موقعی خواستید اینم میتونیم، خیلی قشنگه دیگه بچه ها، اینم یه چیز خیلی خاصه. میدونین چرا من اینو انتخاب کردم؟ چون من میز اصلیم شبیه به اینه، ببینید اونی که دارم شبیه اینه، خب بعد اون تازه بر میگرده، نمیخواستم دقیقا همونجوری دوباره داشته باشم، خواستم یکم حسیر و از اینجور حرفای کم متفاوت باشه. حالا نظر شما هم برام خیلی مهمه، بگید که خوب شده یا نه. من ولی واقعا قلبا خیلی خوشم اومد، نظر من همونی شد که دوست داشتم، جای بوده منم خالی، بیایم اینجا. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید، امیدوارم هر چه زودتر آقا عادل، میدونم خیلی خسته است، خیلی زحمت میکشه، دیر میاد خونه، همش داره کار میکنه، ولی امیدوارم زودتر جلو مبلی نقاشی کنه، اون لوسترم عوض کنه، انقدر که خب بیشتر الان تایمم خونه است، کمتر که نه اصلا نمیرم رستوران و اینجور جاها، بیشتر وقتم یا در حال پیاده رویم حالا یا خونه، وسایلهای خونه خیلی به چشمم میاد، دوست دارم یکم تنوع بشه، ذره دلم باز شه. امیدوارم آدرم بتونه اون کارایی که میخوام انجام بده. خدا رو شکر که همسر هنرمندی مثل عادل دارم، هر چیزی دوست داشته باشم حالا سرم درست میکنه. مرسی که ویدیو رو عجله میکنم. از اون روزی که بهش گفتم هر روز فکر میکردم الان دیگه آماده کرده میخواد بیاره خونه، بعد گفتش که نه دیگه، دیروزم رفتم دیدم نه، یه سری کاراش به نظر من اشتباه بود، اون روش درست نبود، این روش رو من بهش گفتم، زودم نتیجه داد. مرسی که بچه‌ها درست کردم آخرینشو، ولی واقعا روش من فکر کردی خداییش، من اصلا فکر کردم چیکار کنم که میدونم، ولی روش من بهتر نبود. من خودم استادکارم. بچه ها مرسی که ویدیو رو نگاه کردید، خیلی دوستتون دارم، ممنون که وقت میذارید، مرسی که انگیزه میدید، ممنون که به هر حال با حمایتاتون باعث میشید که کانال من رشد کنه. نظرتون در مورد این بگین، دوستتون دارم، تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدارتون.